دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این دیو پروژه میخوام پروژه شمارش جای پارک رو با هم کار کنیم با استفاده از پایتون و اوپن سی وی، و با استفاده از اون بتونیم با استفاده از یه تصویر هوایی از یه پارکینگ تعداد جاهای پارک خالی رو بشموریم و تعداد جای پارک پر رو. حالا تصویر شما پروژه که کار میکنیم میتونه از خیابون باشه، میتونه از هر جایی باشه، مهم اینه که تصویر ثابت باشه و نسبتاً از بالا گرفته شده باشه. حالا بغل هم میشه، ولی اینجوری که ماشینا جلوی همدیگر رو گرفته باشن بهتره نباشه. الان طی انجام پروژه متوجه میشید چرا. این ویدیوی خام ماه، الان براتون نشون میدم. یه همچین ویدیویی داریم از بالا از فضای پارکینگ. بیایم اول این ویدیو رو توی محیط پایتونمون بخونیم. پکیج نامپای و اوپن سی وی رو ایمپورت میکنیم. برای خوندن ویدیو اول میام یه آبجکت کپچر با cv.video capture ایجاد میکنم و مسیر ویدیوم رو بهش میدم. بعد دیگه حالا اینجاهاش که دیگه مشخصه، برای خوندن ویدیو یه دونه وایل لوپ ایجاد میکنیم، فریم به فریم ویدیو رو میخونیم، هر فریم رو نمایش میدیم تا زمانی که کاربر دکمه کیو یا اسکیپ رو نزده نمایش میدیم، و وقتی این دکمه رو زد بریک میکنیم و همه پنجره رو میبندیم. حالا شما میتونید ویدیو آماده نباشه، میتونید از یک دوربین مشخصا به صورت لایو بگیرید و اینجا به جای اینکه حالا آدرس ویدیو رو بدید وبکم بخونید یا یک کامرا رو بخونید. حالا ما با ویدیو آماده این کار میکنیم. بیاین این ران کنیم ببینیم چی میشه. خب همین، پس یه صفحه باز کرد داره ویدیومون رو میخونه. ببینید توی این پروژه برای اینکه بتونیم تشخیص بدیم جای پارک ها خالی ان یا پرن، باید مختصات همه جای پارک ها رو داشته باشیم. یه روش برای اینکه مختصات همه جای پارک ها رو داشته باشیم اینه که اگه بخواید اتوماتیک انجام بدید، اینه که بیاید با یه الگوریتمی همه این خطا رو تشخیص بدید و بعد بر اساس اون خطایی که تشخیص دادید مختصات جای پارک ها رو به دست بیارید. ولی اون یه مقدار اولا کارش زیاده، دوما به دو دلیل خطا توش زیاده. ببینید مثلا بعضی جاها میبینید ماشینا اومدن رو خط یا سایه افتاده، یا حالا بعضی جای پارک ها اصلا این خطا سفید نیستن، خیلی معلوم نیستن. برای همین اون روش ممکنه همیشه براتون جواب نده. برای همین یه کاری که ما میکنیم، میتونید یه فریم از این ویدیو رو به صورت عکس سیو کنیم، بعد بیایم توی اون خودمون دستی مختصات رو مشخص کنیم. حالا این کارم دو روش داره. یا میتونید اون عکسی که از این فریم ما برداشتیم مثلا توی پینت، یا حال پینت که نه، توی نرم افزار ادیت عکس مثل فتوشاپ، گیمپ یا هر چیزی که دارید باز کنید و مختصات اون نقطه رو با استفاده از کرسر ماوس یکی یکی در بیارید. اما خب وقتی جای پارک زیاده این کار یکی یکی در آوردنش سخته. ما میایم یه دونه کد راحت پایتون مینویسیم که اون عکس رو باز کنه و با کلیک موس ما کلیک کنیم خودش مختصات جاهایی که ما کلیک کردیم توش رو سیو کنه. اول بیایم پس یک فریم از ویدیومون رو استخراج کنیم. این همین کد میتونه باشه، فقط لازم نیست نمایشش بدیم و فقط بهش میگم که فریم رو سیو کن. cv.imwrite توی همین فولدر vids&pigs carpark image.png، ولی بهش میگم که فقط حالا فریم اول رو سیو کن. البته همین یه بارم بخونه کافیه، اصلا اینا لازم نیست. یک بار یه فریم ازش استخراج کنه و اون فریم رو سیو کنه. اینو ران کنیم دیگه میاد توی فولدر ویدز اند پیکس. ببینید یه دونه عکس، یه فریم از اینو سیو کرد. حالا که این عکس رو سیو کردیم از یه فایل دیگه استفاده میکنیم که این عکس رو باز کنه و با استفاده از کلیک موس مختصات جای پارک ها رو پیدا کنیم. حالا من اول کارکردش رو نشون میدم بعد کدش رو بهتون توضیح میدم. الان من این کد پوزیشن پیکر رو ران کردم، اومد اون عکس یه فریمی که از ویدیو ضبط کرده بودیم رو باز کرد. حالا من میتونم با کلیک موس جاهای پارک رو مشخص کنم، یعنی
خب تو وقتم خیلی صرفه جویی میشه. ببینید یه کلیک کردم جای پارک مشخص شد، جای پارک مشخص شد به این صورت. حالا همه جای پارک ها رو میتونم دستی انتخاب کنم، یا شما میتونید یکی دو تا رو مشخص کنید و ارتفاع ماشین و عرض ماشین رو اندازه بگیرید تو این عکس مشخص، تو این ویدیوی مشخصی که دارید. ممکنه توی یه ویدیوی دیگه عرض ماشین بیشتر باشه، کمتر باشه، بس به پیکسل. و بعد بگید که 10 تا هی یه لوپ بنویسید که پوزیشن ها رو بره. یعنی مثلا اگه اینجا پوزیشنش 200 400 و عرض ماشین 50 پیکسله، دیگه 50 تا 50 تا اونو محاسبه کنه تا 20 تا حساب کنه، یا اینکه دستی خودتون همه رو انتخاب کنید. حالا من کیو رو میزنم، اینو میبندم، بعد کد رو بهتون توضیح میدم. ببینید توی ویدیوی ما عرض و طول نسبی جای پارک ها اینه، خب بر حسب پیکسل. شما میتونید تو ویدیوی خودتون اندازه بگیرید، ببینید عرض و طول نسبی جای پارک ها چقدره بر اساس پیکسل، اینجا مشخص میکنید. و بعد اینجا میاد میگه که یه دونه اول فانکشن تعریف کرده، گفته که کلیک ماوس رو پوزیشنش رو، یعنی مختصات جایی که کلیک شده رو بردار و بعد بذارش توی یه داده‌ای به اسم کار پارک پوزیشن. حالا این کار پارک پوزیشن نوع دادش پیکله. پیکل یه لایبرری پایتونه یا یه پکیج پایتونه که برای سیو کردن و لود کردن دیتا، مخصوصا دیتا های زیاد، خیلی کارو ساده میکنه و سرعتش هم خیلی بالاست. در کل حالا میتونید به صورت نامپای هم ذخیره کنید، ولی این پیکل هم کار رو راحت میکنه. یعنی شما میتونید با این دستور یه پیکل رو باز کنید، pickle.load، یا اگه خواستید سیو کنید با دستور pickle.dump میتونید سیو کنید. اینجا برای سیوشه، یعنی پوزیشن های کلیک ماوس رو برمیداره سیو میکنه. و این لوپ هم برای اینه که میگه تو این عکس رو باز کن تا زمانی که کاربر صفحه رو نبسته یا دکمه کیو رو نزده، پوزیشن های ماوس رو سیو کن و برای هر پوزیشن یه مستطیل بکش. ببین cv.rectangle، دیدین که من هر جا کلیک میکردم یه مستطیل میکشید با عرض و طولی که اینجا مشخص کردیم. چون ما مشخص کردیم که ابعاد جای پارکمون اینقدره. حالا گفتم یا میتونید از این روش استفاده کنید، یا اگه دیگه جای پارکتون خیلی بزرگه میتونید این ابعاد یک جای پارک رو در بیارید، بعد یه لوپ بنویسید بگید از این مختصات شروع کن، 50 تا 50 تا اضافه کن و اینجوری راحت تر بشه کارتون. حالا نهایتا به هر روشی که انجام میدید، همه این پوزیشن ها رو انتخاب میکنیم و مختصاتش رو توی این پیکل به اسم کار پارک پوزیشن سیو میکنیم. دیگه کارمون با این فایل پوزیشن پیکر تموم شد و ما فقط مختصات جای پارک ها رو توی این ذخیره کردیم و فقط از اون استفاده میکنیم. حالا توی فایل اصلیمون ویدیو رو که خوندیم و نمایشش دادیم، بیایم اون پیکلی که مختصات جای پارکامونو داره لود کنیم. بذارید پیکلم اینجا ایمپورت کنم پکیجشو. طول و عرض جای پارکامونم داشته باشیم. حالا بچه من میخوام برای اینکه توی هر جای پارک تشخیص بدیم که آیا ماشینی وجود داره یا خالیه، بیایم از ترشولد استفاده کنیم که اولا تصویر رو سیاه‌سفید کنیم، ببینیم که تصویر سیاه‌سفیدمون و ترشولد ازش بگیریم. و وقتی یک ماشینی توی اون جای پارک هست، نسبت پیکسل های سفید به سیاه توی اون جای پارک تغییر میکنه. ببینید بذاریم فریم رو بذارم اینجا. اول فریممون رو، ویدیومون رو به سیاه‌سفید تبدیل میکنیم. آره اینجا باید دیگه بذاریم این فریم رو بنویسیم، هی عوض نکنیم. سیاه‌سفید شد. حالا بیام ازش یه ترشولد بگیرم، ببینیم با ترشولد چه شکلی میشه. ببینید الان هم عکس پارکینگ رو داریم، هم عکس ترشولد گرفته رو داریم. اگه نگاه کنید جای پارک هایی که خالیه سیاهن،
جای پارکایی که ماشین توش هست، خب یه سری پیکسل های سفیدش بیشتره. بعد دقت کنید یه سری نویزایی توی جای خالی هم داریم. بخوایم اینا رو به حداقل برسونیم، بهتره که قبل اینکه ترشولد بگیریم تصویرمون رو بلر کنیم. بذارید یه بلری بکنیم. اینجا فریم رو بدیم بهش، اینجا اینو بدیم بهش. الان دوباره ران کنم ببینید نویزا کمتر شد یه مقدار. اینجا ها میبینید نویز کمتر شد. اینو بیشتر کنید نویزو بیشتر هم میگیره. یه بار دیگه هم بیایید بلرش کنیم بعد اینکه ترشولد گرفتیم. ببینید بازم نویز کمتر شد. الان برای اینکه بتونیم جای پارک خالی رو از غیر خالی تشخیص بدیم، این قسمت هایی که سفیده میبینید ماشینن، اینا رو اگه بخوایم یه مقدار بولدتر کنیم، یعنی مشخصتر بشه، میتونیم از دستور دیلیت استفاده کنیم که سفیدا رو یه ذره بزرگتر کنه. میتونیم هم نکنیم، حالا فقط بیایم تشخیص بدیم. بیایم بر اساس این مختصاتی که داریم جای پارک ها رو تشخیص بدیم و تشخیص بدیم توی هر مربع پارک آیا ماشین هست یا نه. برای این میام یه فانکشن جدا تعریف میکنیم، میگم که کار پارک چک، میگم تصویر و یه تصویری ورودی بگیره و بعد بر اساس این پوزیشن هایی که توی اینجا ما مشخص کرده بودیم بگه که برای هر پوزیشن توی این لیست پوزیشن هامون بیاد اولا مستطیل اونو مشخص کنه، مستطیلش توی عکس کجاست و اون عکس رو ببره کار ایمیج، حالا تصویر هر ماشین یا هر کار پارک ایمیج، بیاد ایمیج بزرگتر رو بر اساس مختصات وای تا وای به اضافه این مقدار هایتمون یعنی 48 تا و x تا x به علاوه width، این مستطیلیه که اون قسمت هر پوزیشن چیز داره. یه عکسشو برمیداریم. حالا بذارین این عکس ها رو من دونه دونه بهتون نشون بدم. البته باید اینو فراخوانی کنیم اینجا، این عکس رو بهش بدیم. بذار عکس اصلی رو بهش بدیم. خب ببینید این بالا گوشه سمت راست ماشینا رو، ماشینای مختلف و یعنی جای پارک های مختلف رو پس داره نشون میده. این مختصاتش و طول عرضش رو درست چیز کردیم. حالا کیو رو میزنم دیگه ببنده. ولی کاری که ما میخوایم بکنیم اینه که بیاد این عکس سیاسفید ترشولد گرفته شده رو بگیره، توی هر مستطیل جای پارک بیاد اندازه بگیره که پیکسل های سفید چقدره توی اون، و اگه از یه مقداری پیکسل های سفیدش بیشتر بود تصمیم بگیره که دیگه این ماشین توش هست و جای پارک خالی نیست. با استفاده از دستور cv.count cv2.count non-zero و عکس کار پارک ایمیج اونو بهش میدیم. حالا میگیم که یه ترشولدی مشخص میکنیم دیگه، میگیم که اگه count white اینو با، حالا میتونید به دست بیارید که عددش چقدر باشه خوبه. بذارید یه شمارشگر بذارم اینجا، کار پارک count، یعنی چند تا جای پارک داریم. اگه کمتر از 900 تا باشه یعنی جای پارک خالیه، یه دونه به جای پارک های خالی پس اضافه کنه. بذاریم یک. و نهایتا اینم مهمه که دیگه این اینا رو ماشینا رو نمایش ندیم، و نهایتا بیاد یه مستطیل دور اون جای پارک بکشه و میتونه این عدد count رو هم نمایش بده، count white رو، که ما ببینیم که جای پارک خالی چقدر پیکسل سفید داره، جای پارک پر چقدر پیکسل سفید داره. بعدا تو تنظیم اون عدد به همون کمک میکنه. و نهایتا وقتی همه جاهای خالی رو شمرد، گوشه تصویر نمایش بده که چند تا داریم. بذار این یه
تابع ساده داره پوت تکست، یعنی چیز پیچیده ای نیست. اینو بذارم اینجا. این فقط با استفاده از این تابع پوت تکست، با استفاده از رکتنگل cv.rectangle cv.putText cv.textsize، فقط با استفاده از اینها میاد یک مستطیلی میکشه و یه متنی نمایش میده. و ما با استفاده از این تابعی که اینجا تعریف کردیم، الان من اینجا پیستش کردم، با استفاده از این میایم یه سری متنها روی تصویر نمایش میدیم. ببینید رنگش، بذارید رنگشو، اگه اینجا تعدادش کمتر از 900 بود یعنی خالیه، رنگو بذاریم سبز باشه وقتی خالیه، 0255 0. در غیر این صورت یعنی وقتی پره رنگ قرمز باشه. تیکنسش رو هم بذاریم 4 ببینیم چی میشه. اینو عوض کنم اسمشو، چون که ما میخوایم عکس اصلی رو نمایش بدیم و اینا رو هم باید روی عکس اصلی نمایش داده بشه، یعنی اینجا روی فریم باید نمایش داده بشه. خب ببینید الان این قسمتی که پوزیشن ها رو خوند و هر کدوم رو بر اساس خالی یا پر بودن رنگ میده درسته. ببین اینجا الان این ماشینه نرفت تو جای پار، این الان این ماشینه در اومد اینجا سبز شد، ولی یه مقدار نویز داره، یعنی اون روی تصویرمون یکم باید کار کنیم یا اون آستانه ها رو یه مقدار عددش رو درست در نظر بگیم. ببین اینایی که روی 600 700 ان هی چشمک میزنه، یعنی مقدار اون آستانه رو اگه بذاریم مثلا رو 700 شاید بهتر عمل کنه. ببینید الان یکم استیبل تر شد، من فکر می‌کنم روی 500 هم بذاریم خوب باشه. الان این عدد خیلی بهتر شد. ببین اینا رو واسه همین این عدد رو اینجا نمایش دادیم که بفهمیم که اون آستانه رو کجا مشخص کنیم. ببین الان این ماشین در اومد اینجا سبز شد، ولی اینجا مثلا مشکل داره. ببینید اینجا خالیه ولی اینجا هم سبز شد و این هم اینجا می نویسه که 15 تا الان جای خالی داریم. این عدد 15 همین پارامتر کار پارک کاونت که داشتیم، هر وقت یکی خالی میشه یه دونه بهش اضافه میکنه. اینجا یه تکست همین قسمته که نمایش میده چند تا خالیه و اینجا یه کد همین جاییه که کنار هر جای پارک به صورت آبی حالا تعداد پیکسل های سفید رو نمایش میده. برای خودمون فقط مفیده، برای حالا کاربر مفید نیست. من فکر میکنم حالا باسه یه سری کارا میشه اینو استیبل تر کرد که این هی حالا چشمک نزنه. میتونید میزان این رو دقیق تر مشخص کنید، میزان این آستانه ای که تشخیص میدید خالیه یا پره. میتونید تصویرتون رو بلرش رو بیشتر کنید که یکم نویز توش کمتر بشه، بتونید بین خالی و پر رو بهتر تشخیص بدید. و با استفاده از این کارا نهایتا میتونید یه پروژه تشخیص جای پارک خالی داشته باشید. حالا این پروژه یه محدودیت هایی هم داره، مثلا ممکنه 5-6 تا آدم بیان اینجا وایسن و اون وقت این کد شما اونا رو هم ممکنه ماشین تشخیص بده و اینجا جای پارک پر تشخیص بده. در کل خوب عمل میکنه، اما به خاطر همین مسائلی که گفتم، مثلا این آدم اگه بیاد اینجا ممکنه اینجا رو پر تشخیص بده. یه راه دیگه هم هستش که شما با استفاده از Object Detection یولو بیاید مثلا ماشین، مشخصا ماشین رو تشخیص بدید نه با استفاده از Threshold گرفتن. اما حالا یولو ها مشخصا ماشین ها رو از بالا خوب تشخیص نمیدن، مگه اینکه یک کاستوم یولوی ترین کنید که ماشین ها رو از بالا خوب تشخیص بده. حالا حتما کدش هم آماده هست، پیدا کنید ویدیوهای یولو رو ببینید که Object Detection گذاشتم که چطور برای خودتون مدل بسازید برای اون کاری که میخواید.
میتونید تصویر ماشینا از بالا رو ترین کنید، اون وقت دیگه خیلی دقیق تر تشخیص میده و میتونید با استفاده از اون خیلی کد دقیق تری داشته باشید. و ای در کل این هم پروژه جالبی بود، میخواستم نشونتون بدم و امیدوارم که بتونید خوب ازش استفاده کنید و براتون جالب بوده باشه. فعلا تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.